بازی با تساوی یک بر یک پایان رسید. صحبت می‌کنم خب بازی با توجه به شرایط زمین واقعا بازی سنگینی بود. گلگهرم تیم واقعا خیلی خوبیه. خب میدونید با فرصت 4 روزه‌ای که ما داشتیم، خب 2 روزش مربوط به ریکاوری و بازسازی تیم شد، 2 جلسه تونستیم کار تاکتیکی کنیم، بعد از مدت‌ها تونستیم یه شکل جدیدی رو بازی کنیم. تو نیمه اول به نظر من داشتیم خوبم کار میکردیم و یه سری نکات کوچیک داشته. طبیعیه با 48 ساعت شما فرم بازیتون رو عوض کنید، اینا طبیعیه. اینکه وینگ بکامون عرض حملمون رو خیلی خوب نمی ساختن، ولی نهایت تلاششون رو کردن. یارای خط جلومون باز بیشتر توپ نگه می داشتن، دیوار می شدن. کارهای ترکیبی با 2 جلسه تمرین ما بچه‌ها به نظرم خوب کار کردن، ولی روی اتفاق روی ایستگاهی واقعا تو بدترین زمان ممکن گل خوردیم. یه مقدار از لحاظ روحی تیممون آسیب دید، ولی نیمه دوم دوباره با تغییراتی که دادیم به بازی برگشتیم. مالکیتمون هم خوب بود، فرم بازیمون هم خوب بود. متاسفانه نتونستیم 3 امتیاز بازی رو بگیریم. از هوادارامون هم عذرخواهی می‌کنم. شما نفرات زیادی تغییر توی ترکیب تیمتون، هم توی دفاع هم حالا توی هافبک تیم، نظرتون چیه؟ مگه راضی بودین از نفراتی که بازی کردن؟ حتی هم دفاع هم هافبک، همه بچهای ما همشون متعهدانه واقعا کارشون رو دارن انجام میدن، چه بچه‌هایی که بیرون بودن چه بچه‌هایی که داخل زمینن، دارن نهایت تلاششون رو میکنن. منتها من از این ور اون ور میشنوم که آقا بحران، واقعا اینو درک نمیکنم. تیمی که اومده به این خوبی تو این 2 سالی که ما مسئولیت فنیشو داشتیم داره کار میکنه، علارغم کمبودهایی که هست. یه سری کمبودا رو میدونیم، ولی ما همیشه گفتم قوی تر از بهونه هامون بس باشیم. ما باید بیشتر تلاش کنیم، بیشتر زحمت بکشیم، نقطه ضعفمون رو برطرف کنیم تا بتونیم تیم بهتری باشیم. اینکه بخوایم بهونه بیاریم اصلا این کار ماه، باید برای زحمت بکشیم، باید تلاش کنیم که ایشالله شرایطمون بهتر شه. ولی این که میگم بحران رو من درک نمیکنم. آقای متحرید، موضوعی که هست پرسپولیس 5 تا قهرمانی پشت هم آورده و هوادارهای مقدار نگرانن، حق بهشون میدین که یه ذره نگران باشن بعد از 4 تا بازی؟ ببینید 4 تا بازی الان با صدر جدول 3 امتیاز فاصله است. امتیازی نیست که، 3 امتیاز فاصله ای نیست. و من از هوادارامون میخوام که خیلی باهوش باشن، هوشیار باشن، اسیر فضای مجازی نشن، همیشه تیمشون رو حمایت کنن. چون پرسپولیس یه تیم نیست، به نظر من پرسپولیس فلسفه است، پرسپولیس یه فرهنگ به تمام معناه. همه ما بس واقعا فرهنگ بالای خودمون رو نشون بدیم، چه ماها به عنوان مربی چه هوادارامون به عنوان هوادار. من دو بازیکن هم میخوان اضافه بشن، دو بازیکن تاجیک، این تا چه است؟ اجازه بدیم من راجع به این موضوع صحبتی نکنم، مسئولین باشگاه راجع بهش حالا صحبت می‌کنن. بازی سختی بودش، بچه ها خیلی تلاش کردن، موقعیت های خوبی هم داشتیم، تحت فشار گذاشتیم، ولی خب میگم توپامون گل نشد، مساوی شد بازی. آقای حسینی، دیروز آقای غفوری به ماجرای کسر 5% اعتراض کردن از سازمانی، شما چه نظری دارید؟ 100% ما موافقیم با نظر بچه ها، بازیکن ها و مربی ها. من نمیدونم واقعا چه قانونیه که گذاشتن و هیچ کس هم نمیتونه صحبت بکنه، چون حالا بازیکن ها اتحادیه یا کسی رو ندارن که حمایت کنن، هر کاری دلشون میخواد واسه چی باید کم بشه؟ ما نه بیمه ایم نه شرایطی داریم، ولی متاسفانه این میشکنه. ولی متاسفانه میگه حالا نمیدونم کم میکنن دیگه، کسی هم نمیتونه بهشون چیزی بگه. و امیدوارم که واقعا حالا آقای عزیزی خادم ورود کنن، باید با بازیکن‌ها با مربی‌ها صحبت بکنی، نیستش که هر تصمیمی بگیرن باید اجرایی بشه. سوالاست، میگم اتحادیه‌ای نداریم، خب کی می‌خواد اتحادیه بازیکن بگیره؟ متأسفانه همینطوره دیگه، کسی هم نمیاد از بازیکن‌ها حمایت بکنه، هر کاری که بخوان انجام میدن. من امیدوارم که حالا آقای عزیزی خادم فدراسیون جدید بتونن بشینن مشورت کنن، هماهنگ کنن. این تصمیمی که متأسفانه چند سال پیش گرفته شده و هنوزم دارن همون کارو میکنن. صحبت کن در مورد بازی چطور بود؟ فکر میکنم نیمه دوم شرایط مناسبی داشتیم، میتونستیم برنده بازی باشیم، تو میدون آرو به دست گرفته بودیم نیمه دوم، اما متأسفانه اون نهایت استفاده رو نتونستیم بکنیم. امیدوارم بازی‌های بعدی تو این تعطیلاتی که میگذره شرایط بدنی به شرط بدن ایدئالی برسیم و انشالله لیگ رو بهتر از این ادامه بدیم. آقای علی شاه، روز گذشته بوریا غفوری کاپیتان استقلال به
یه موضوع اعتراض کرد در مورد کسر 5% مالیات بازیکن‌ها. سازمانی 5% میگیره ازتون. سازمانی امروز گفت 2.5% میگیره، نه 5%. من تا جایی که میدونم 2.5% نمیدونم. بعد در مورد شرط پرسپولیس 4 هفته است، حالا خیلی هوادارا نگرانن بعد از باخت جلوی آلومینیوم تساوی امروز چطور؟ اما تیمو تحت فشار نذارید. تیم 5 سال قهرمان شدش. یه سالم که سال قبلش نایب قهرمان بوده با تفاضل گل. تیمی که اون شرایط داشته مطمئن باشید بالا پایین داره، اما ان شاء الله جمع و جور خواهد شد. نگران هیچ نباشید. هوا داره. مرسی. سلام. اولین مدتی تو دیگه برتر امسال در این تصفیه انجام دادی؟ آره، بعد یک سال من بازی کردم. خوشحال شدم ولی امروز یک یک برای این تیم پرسپولیس خوب نیست. فکر کنم نیمه دوم خیلی بهتر بود. ولی اینا فوتباله. نیمه اول گل بخار گل میزنه، بعد عیسی گل زده یک یک. سخته بود، زمین خیلی خیسه، ولی الان تعطیله تیم ملی بازی، ولی خوب کار زیاد کرد و تمرین پرسپولیس برمیگرده 100%. مادو پرسپولیس الان تو این فصل خیلی هواداراشو نتونسته راضی نگه داره، بعد از 5 تا قهرمانی الان 4 تا بازی یه ذره شرایط سخت شده. نظرت چیه؟ فکر می‌کنی این روند ادامه دار باشه یا پرسپولیس از این بحران خارج؟ فکر کنم این تیم زیاد بازیکن جدید گرفت، ولی همه بازیکن حرفه‌ای، همه بازیکن خوبه، خوب میشه انشالله. بازی پنجم میبریم تو رفسنجان، برمیگرده فوتبال. بله، امروز بازی کردی، از عملکرد خود راضی بودی؟ حالا شاید تیم بباشی امروز بازی کردی، از خودت راضی بودی تو شرایط بازی خودت؟ صحنه گل می‌بافت رو صحنه گل، یک سانت کشیدن گل خوردی. آره، نمیتونه زیاد بازی کن بود تو 5 متر نمیتونه میار بیرون، ولی نیمه دوم خیلی بهتر بود تیم. ان شاء الله بازی دیگه بود. Thank you.